همزمان با فرارسیدن عید سعید فطر در حرم های متحر امه اطهار علیهم السلام در شهر مقدس کربلا نجف اشرف شهرهای مقدس کاظمین و سامر را با حضور میلیون ها زائر و عاشقان اهل بیت السلام نماز عید فطر برپا شد قابل ذکر است که شبکه های ششگانه امام حسین علیه السلام به زبان های مختلف این نماز با شکوه را ساعت پنج و سی دقیقه از بین الحرمین شریفین به طور زنده پوشش دادن. مراسم ترتیل خانی قرآن کریم که هر روزه در ماه مبارک رمضان 1444 قمری با حضور صدها تن از شیعیان و عاشقان اهل بیت اسمت و تهارت علیهم السلام در صحن متحر ائمه اطهار علیهم السلام برگزار می شود پایان یافت. قابل ذکر است که مراسم ختم قرآن کریم صبحها از نجف اشرف و اصرها از عطبه عباسی به صورت زنده از تلویزیون های مجموع امام حسین علیه السلام به طور زنده پخش شد. برغم فرا فرارسیدن عید سعید فطر اما مردم کشورهای سودان، افغانستان، یمن و هند همچنان با مشکلات و وضعیت وخیم اقتصادی و معیشتی، امنیتی و سیاسی دست و پنجه نرم می‌کنند. در همین راستا به رغم گذشت بیش از شش روز از آغاز درگیری‌ها ها در خارتوم پایتخت سودان مردم این شهر به جای گذراندن روزهای جشن و شادی عید سعید فطر به دلیل درگیری های موجود از خانه و کاشانه خود آواره شده و بسیاری نیز مجبور به باقی ماندن در منازل خود برای حفظ جانشان شدند. از سوی دیگر به رغم تلاش های زیاد برخی کشورها و نیز طرف های بین المللی حملات ارتش سعودی و همپیمانانش به یمن هنوز متوقف نشده است. ملت مظلوم افغانستان نیز در این ایام مانند دو سال گذشته زیر شدیدترین فشارهای وارد شده از سوی طالبان قرار گرفتند. <تص> یالت و استان های آمریکا نیز علاوه بر سایر کشورها تعطیلی مدارس دولتی به مناسبت عید فطر تصویب کردند در زمانی که بیشتر کشورهای مسلمان تعطیلات عید فطر را به رسمیت میشناسند ایالت ها و استان های نیز تعطیلی مدارس دولتی را به مناسبت عید فطر تصویب کردند شورای روابط آمریکایی اسلامی گزارش داد برخی از استان‌ها و ایالتها افزودن تعطیلات ایده فطر در مدارس دولتی را تصویب کرده‌اند که از سال 2023 میلادی اجرایی می شود. کمیته بین المللی صلیب سرخ با ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی افغانستان اعلام کرد خانواده‌ها در این کشور توان تأمین نیازهای ضروری خود را ندارند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرد وضعیت ناگوار اقتصادی در افغانستان بر میلیونها نفر تأثیر گذاشته است و توان خرید خانواده‌ها در این کشور بسیار کاهش یافته است. به گفته یک کمیته بین المللی صلیب سرخ حمایت بیشتر از آسی مردم در افغانستان خیلی مهم است این در حالی است که برنامه جهانی غذا در گزارش اظهار داشت بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند نتایج جدیدترین نظرسنجی نشان می دهد که والدین آلمانی به شدت نگران تأثیرات منفی و مخرب هوش مصنوعی در نحوه آموزش در مدارس و روند یادگیری کودکان هستند. خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از روزنامه دیوالت آلمان گفت نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثریت آلمانی ها بر این عقیده اند که هوش مصنوعی مانند چت جی پی تی به طور قابل توجهی نحوه تدریس مدرسه را تغییر می‌دهد. با این حال طبق این نظرسنجی بسیاری استفاده از چنین فناوری‌هایی را یک خطر می‌دانند. مهمتر از همه نگرانی زیادی وجود دارد که بچه ها های مهم را فراموش کنند. این نتیجه یک نظرسنجی مؤسسه سیویست. بر این اساس پنج و چهار درصد از پنج هزار پاسخ دهنده بر این عقیده هستند که هوش مصنوعی به طور قابل توجهی آموزش در مدارس را تغییر خواهد داد. 13 درصد از افراد مورد بررسی تنها اثرات آن را در دو سال آینده مشاهده می کنند. بر اساس این نظرسنجی اما حتی اگر اکثریت شهروندان توهمات کمی در مورد گسترش سریع هوش مصنوعی داشته باشند بسیاری با آن احساس راحتی نمی کنند و تنها 14 درصد از والدین دارای فرزندان دبستانی و 11 درصد از والدین دارای فرزند دبیرستانی به وضوح هوش مصنوعی در مدرسه را یک فرصت میداند. داده پردازی های میزان رزرو پروازهای کشورهای عضو شورای همکاری های خلیج فارس از کاهش سفر در تعطیلات ماه رمضان و عید فطر امسال حکایت دارد. اولیویه پانتی معاون کمپانی تحلیل داده های سفر و گردشگری فوروارکیز گفت سفر در ماه رمضان 2023 هنوز از رشدی که قبل از همهگیری کرونا در سال 2019 به آن دست یافته بود فاصله زیادی دارد. بیشترین رزرو پروازها به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در روزهای پایانی ماه رمضان و تعطیلات ایده فطر به ترتیب از مبدع کشورهای ایتالیا، روسیه، فرانسه، سوئیس، عربستان، کویت، آلمان، آمریکا، بنگلادش و هند بوده است. این داده پردازی با تاکید بر وضعیت سفر از و به کشورهای عربستان سعودی، بحرین، امارات، قطر، عمان و کویت انجام شده. مؤسسه ی فرهنگی نیکوکاری مسوال حسین علیه السلام با همکاری مجموع رسانهای امام حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله سید صادق شیرازی دامزلو در طول ماه مبارک رمضان 1444 کلاس های قرآنی و عقایدی برگزار کرد این کلاس های آموزشی که ویژه نونهالان و نوجوانان کربلایی طراحی شده بود هر شب از ساعت 21 الی 22 و دقیقه در حسینیه حضرت رقیه سلام الله علیها از دیگر مراکز مرتبط با دفتر آیت الله شیرازی دامزلو در شهر مقدس کربلا دایر گردید اساتید با حضور در این کلاس ها به آموزش شرکت کنندگان پرداختند این جلسه با عنوان تعلیم و آموزش قرآن و عقاید برای سنین نونهالان ساکن در شهر مقدس کربلا در سال 2015 راه اندازی شد ماه مبارک رمضان 1444 قمری نهمین سالی است که هر سی شب ماه رمضان این جلسات در رده های سنی مختلف و همراه با درس عقاید برپا شد جلسات امسال در هفت گروه با حضور هفت استاد و با مشارکت بیش از صد قرآن آموز برگزار گردید آموزش حفظ روخانی تجوید دوره آموزشی این جلسات بود هر شب علاوه بر جلسات آموزشی قرآن جلسات آموزش عقاید با موضوع معرفت و ضرورت شناخت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه با حضور حجت الاسلام والمسلمین شیخ مصطفی بهرمند برگزار میشد و در پایان ماه مبارک رمضان به همه قرآن آموزان جوایز نفیسی اهدا شد